یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان موسوم به رواداری میگوید که یافته‌هایش نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته به دلیل فروپاشی نظام حقوقی و فقدان حمایت‌های قانونی، نقض حقوق اساسی کودکان و انواع خشونت علیه آنان، از جمله ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران افزایش یافته است. سازمان رواداری به تأثیر لغو قوانین بر وضعیت حقوق بشری کودکان اشاره کرده و گفته است که در زمان حکومت پیشین افغانستان تمام اشکال خشونت و رفتارهای مجرمانه علیه کودکان به موجب قانونی ممنوع و جرم‌انگاری شده بود، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت اکثر این قوانین را لغو کردند. رواداری بدون ارائه آمار از مجموع موارد نقض حقوق کودکان به موارد ازدواج‌های اجباری، نکاح اجباری طالبان با دختران زیر سن، افزایش اقدام به خودکشی در میان کودکان، خشونت و بدرفتاری با کودکان در مکاتب و آزار جنسی آنان در مدارس دینی و استخدام کودکان به عنوان سرباز اشاره کرده است. به گفته این نهاد، طالبان با لغو قوانین قبلی و عدم پیروی از اسناد بین المللی برای حفاظت از حقوق اساسی کودکان به گسترش زمینه‌های ارتکاب انواع خشونت و رفتارهای مجرمانه علیه کودکان کمک کردند. این نهاد تصریح کرده است که در حال حاضر در افغانستان هیچ قانونی برای تعیین شرایط عقد نکاح و پیشگیری از ازدواج اجباری کودکان وجود ندارد، که این امر در کنار گسترش فقر، باورهای سنتی و پایین بودن سطح آگاهی خانواده‌ها باعث افزایش ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران در جریان دو سال اخیر در سراسر کشور به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده شده است. آقای مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد، تقدیم وقت بخیر خدمت شما. آقای رئیس‌زاده، گزارش‌های اخیر از وضعیت کودکان در افغانستان تا چه حد واقعی و نگران کننده است؟ بفرمایید. خب این فرضیه بود که این گزارش ها تایید کردنم و فرضیه هایی که در مدت دو سال ما در رسانه های مختلف، حتی یک بار با رسانه شما هم در مورد حقوق زنا و خشونت علیه زنا و خصوصا کودکان دختر ما عرض کرده بودیم. خب همچنان صندوق کودک های ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگه که 16 میلیون کودک در افغانستان سخت نیاز به کمک های بشری دارند. خب از او وقتی که طالبان در صحنه سیاسی و جغرافیایی افغانستان حاکم شده، طالبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را منحل کردن و همچنان در سایه از قانون تمام قوانین عادی که از جمله قوانین منع خشونت یا حمایت از کودک ها بود، اونها را منحل کردن و فعلا یک وضعیتی در افغانستان در مدت دو سال جریان داره که هیچ گونه حامی و هیچ گونه قدرتی مشروع یا حقوقی وجود نداره که از کودکان در افغانستان حمایت بکنه و حقوق اساسی کودکان را در افغانستان تامین بکنه. یک گزارش متاسفانه حقایقی را که در مدت دو سال با حاکم شدن طالبان در افغانستان رخ داده، این را واقعیت بیان کرده و به گزارش ما تصحیح میکنیم و حتی سطح خشونت علیه کودکان و نبود قوانین اجرایی و حقوقی برای حمایت از کودکان در افغانستان وجود نداره فعلا. بله، گفته می شود طالبان همه قوانین دوره جمهوریت در مورد کودکان را لغو کرده. اکنون این گروه بر اساس چه معیاری با ناقضین حقوق کودکان برخورد می کنه؟ بفرمایید. خب هیچ معیاری که فعلا بتونه اما حقوق انسانی و بشری کودکان را در افغانستان تامین بکنه وجود نداره. متاسفانه شواهد چندین رویدادی را در افغانستان بودیم که کودکان مورد تجاوز جنسی و مورد ازدواج های اجباری و حتی سایر از مسائل قرار گرفتن، ولی هیچ گونه بازخواست حقوقی و بازخواستی که بتونه از حقوق کودکان حمایت بکنه وجود نداشته. به طور مثال یک چند موردی را که فعلا طالبان در افغانستان ایره
موسم میدانه و رویش کار میکنه این است که بعضی رویدادهایی که در افغانستان و هم بعضی میگم علیه کودک ها صورت میگیره یا جنایت های کودکی علیه کودک ها صورت میگیره بر اساس امو جلسه علما یا یک شورای قومی میخواین ایره حل بکنه که واقعا یک بسیار درد بزرگی است که کودک ها را متاسفانه مصدوم میسازه هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی. فعلا هیچ گونه روند اساسی و قانونی که بتانه از حقوق کودک ها حمایت بکنه در افغانستان وجود ندارد. بله ممنونم، با تشکر از آقای مظاهر رئیس‌زاده که از آنکارا با ما همراه بودند.